با سلام خدمت همه دوستان به یکی دیگه از ویدیوهای جدید من خوش اومدین تو این ویدیو میخوام در مورد بیبی بی, بی کوین صحبت کنم که چه اتفاقی دیشب براش افتاد و در ادامه ویدیو هم قراره که نقاط ورود بیت کوین و کاردانو و بایننس کوین رو با هم بررسی کنیم و بهتون بگم که بهترین نقطه ورود چه زمانی میتونه باشه خب دوستان اول ویدیو خوشحال میشم که دکمه لایک like و سابسکرایب بزنین انتقادی کامنتی چیزی باشه خوشحال میشم که با ما اشتراک بذارید و نفری پنج کامنت انگلیسی هم یادتون نره که سابسکرایب نریزه و یوتیوب شما رو به عنوان ربات شناسایی نکنه خب دوستان اول از همه بازار رو میبینید که یک اصلاح زیادی رو خورده و بیت کوین خودش فقط 8 درصد تا اصلاح خورده و بقیه آلت کوین ها هم همگی بالای 10 درصد اصلاح قیمتی داشتن و توی استوری اینستاگرام هم دو روز پیش من بهتون گفتم که بازار یک ریزش سنگین دیگه هم میکنه و کسایی که از استوری روزانه اینستاگرام و تحلیل همون دارن استفاده میکنن بهشون تبریک میگم خب دوستان اول همه صفحه بیبی دوچ کوین ساپورت اومد دیشب یک خبری رو زد و گفتش که بایننس به زودی قراره که بیبی دوچ کوین رو لیست بکنه و دوستان توجه کنید که صفحه رسمی بیبی دوج کوین نیستش و اسم این صفحه بیبی دوج ساپورت هستش و اومد با این خبری گفتش که قرار لیست بشه و به نظر من یک بازار گرمی خوبی رو ایجاد کرد و همونجور که تحلیل بیبی دوج کوین رو هم براتون گذاشتم تقریبا نزدیک به مقاومت خودش بود و خواستن به نظر من با این حرکت او رو از مقاومت خودش و ایتی جدید خودش بشکنن که بتونه بیبی بی دوش کوین هم سقفای بالاتر رو بزنه دوستان این نظر من هست و باید ببینیم که در آینده چه اتفاقی برای بیبی بی دوش کوین میفته و توی توییتر بعدی هم اومده گفته که قطعا بیبی بی دوش کوین تا ماه بعد مارکت کپش به ده میلیارد دلار هم میرسه و باید ببینیم که چه مارکتینگ پلنی و چه برنامه ای برای این ماه و ماه بعد برای بیبی بی دوش کوین دارن و اگه یارتون باشه بیبی بی دوش کوین هم اگه توی وبسایت کوین مارکت کپ ببینیم میبینید که مارکت کپش تقریبا یک نیم میلیارد دلار هست و این صفحه اومده گفته این تا ماه بعد ما تقریبا قیمتمون ده برابر میشه و توی توییتر بعدی هم اومده گفته که به هولدرها و طرفدارهای بیبی بی دوش کوین تبریک میگم به خاطر اینکه این سال هولدر های بیبی کوین همگی میلیونر خواهند شد و بهتون هم گفتم که الان بیبی دوچ کوین روی محدوده بسیار مهمی قرار داره و تحلیل من اینه که قصد دارن اون رو از مقاومت خودش و ایتی ای خودش بالاتر ببرن و به نظر من دلیلش میتونه این باشه و توی توییتر بعدی هم اومده گفته که بیبی دوچ کوین قطعا شیبای بعدی است و گفته که اگه حرف من رو قبول داریم این نوشته رو ریتویت بکنید و باید ببینیم که بیبی دوچ کوین چه کار میکنه و تحلیل بیبی دوچ کوین و نقاط ورود و خروجش رو هم که دیروز توی استوری اینستاگرام براتون گذاشتم خب دوستان اگه توی وبسایت تریدینگ ویو بریم و تحلیل بیت کوین رو توی تایم فریم روزانه ببینیم اگه یادتون باشه محدوده 53000 بیت کوین رو وقتی از دست داد ما گفتیم که به راحتی راحتی تا مجموعه 40 تا 41 هزار هم میاد و الان به نظر من حمایت 40 هزار رو هم به قدرت شکسته و دوستان تارگت های بعدی و حمایت های بعدی برای بیت کوین که حمایت سیاف هزاری هست همونجور که اینجا میبینید و و تارگت بعدیش هم تارگت سی تا هزار و محدوده چل تا سی هزار حمایت های بسیار زیاد و قوی رو ما نمیتونیم ببینیم و به نظر من بیت کوین به راحتی میتونه هزار دلار و بعد از شکستن اون حمایت تا ۳۰ هزار هم به راحتی بره باید ببینیم که آیا محدوده ۳۷ هزار میتونه حمایت بشه یا نه خب دوستان اگر اون رو توی تایم فریم 4 ساعته ببریم یارتون هست که این تحلیل رو با هم توی اینستاگرام تحلیل کردیم و بهتون گفتم که از بالایی که مقاومت داینامیک و بعد از شکست اون هم بهتون گفتم که تارگت یکش چلوی و تارگت بعدیش هم تقریبا بین محدوده چل تا چل هستش و تارگت یک و دو ما زده شد و اینجا هم دوستان بعد از شکست مقاومت داینامیک خودش اومد دقیق به این حمایت که الان تبدیل به مقاومت شده بود برخورد کرد و دوستان بهتون میگم که اگه شما هم تحلیل رو بلد باشین و به تارگت یک خودش خورد و بعد هم ریزش به سمت پایین و ما توی اینستاگرام هم توی این نقطه بهتون گفتیم که سیگنال سیگنال ریزشی هست و اینجا هم بعد از پول بک به این حمایت مهم و تبدیل شدن به مقاومت ریزش خودش رو شروع کردش و الان هم دوستان محدود ۳ هزار و سی هزار تا سی هزار محدود های بعدی برای بیت کوین هستن خب دوستان سیگنال بعدی هم برای کاردانو اگه یادتون باشه توی این محدوده ما سیگنال خروج رو به شما دادیم و بهتون گفتم که بهتر نقطه ورود برای کاردانو میتونه نقطه یک و بیست و سنت باشه و همونطور که دیدید به این محدوده هم رسید و الان داره روی این نقطه حمایتی یک واکنش رو نشون میده به نظر من دوستان الان نقطه ورود بسیار مناسبی هست و و حمایت های بعدیش هم دوست هم دور که براتون زدم این محدوده ها هستن و به نظر من الان توی نقطه حمایتی خوبه و به شما میگم که خودتون هم تحلیل کنید و میتونید یک نقطه ورود بسیار خوبی رو باشه و دوستان تحلیل بعدی هم بایننس هست باز هم وقتی که به 505 دلار رسید بهتون گفتم که این نقطه نقطه مقاومت بسیار قوی است و بعد از ریزش هم یادمه که اینجا بود دوستان پیشنهاد خرید میدارن و باز هم توی اینستاگرام و توی استوری ها بهتون گفتم که بهترین نقطه ورود میتونه پله توی 435 دلار باشه و همونجور که دیدید دقیق به این نقطه برخورد کرد و الان داره یک واکنش های رو نشون میده و به نظر من نقطه ورود بعدی دوستان میتونه بین محدوده 320 دلار تا 336 دلار باشه و خود من شخصا میگم که توی نقطه 435 دلار هم ورود بسیار ورود خوبی هستش خوب دوستان این بود از ویدیو امروز امیدوارم که خوشیتون اومده باشه و اگه میخوایید تحلیل روزانه ای رو از رمز ها رو براتون بذارم و سیگنال ورود و خروجش رو بهتون بدم پیشنهاد میکنم که کانال اینستاگرام ما رو دنبال بکنید و روزانه از تحلیل ها و رو زندگی روزمرگی شخصی خودم رو براتون میذارم که شما هم بتونید بهتر من رو بشناسید خوب دوستان سرتون رو درد نمیارم تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم